بیننده های عزیز، دوباره خوش آمدین. با شما هستیم از ادامه برنامه عصر هریوا. همکنون در برنامه محترم الحاج عبدالقنی خلیل، مشهور به پدر ورزش هرات و یکی از پیشکسوتان رشته های پهلوانی و همچنان رئیس مجتمع فرهنگی ورزشی اتفاق هرات در برنامه با ما هستند، از جمله شخصیت هایی که همه ورزش دوستان و ورزشکاران با ایشان آشنا هستین. میخوایم در ارتباط به خاطرات و همچنان موضوعاتی که نیاز در ارتباط با ورزش و همچنان اهمیت ورزش در زندگی انسان ها از زبان این شخصیت بیشتر بشنویم. سلام بر شما، خیلی خوش آمدین به برنامه. شکر، سلامت باشید. بسیار تشکر جناب استاد. در ابتدا اگر در ارتباط با خود صحبت بکنین، از اونجایی که همه ورزش دوستان و ورزشکاران با چهره شما آشنا هستن، خواهیم دلیل این که لقب پدر ورزش برای شما دادن و همچنان به چی دلیل برای شما دادن و از چی مدت به این سو میشه که شما در عرصه ورزش قدم گذاشتین و چند سال میشه فعلا؟ ما خود در ورزش، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا و ضمن عرض سلام به خدمت بینندگان محترم تلویزیون استا، ما از کودکی ورزش میکردم. ما در دیهات و روستایی ها زندگی میکردیم، گوشتی محلی که حالا بگو گوشتی رسمی شده به نام بلبکورش و یا به نام گوشتی رستمی کمر به کمر میگن. این گوشتی محلی و عنوی ما شما که در هر یک قریه و قصبه و در هر جا کسی کنی، خصوصا زمستان ها که کار کمه، با جوان ها جمع بشن گرده هم با هم دیگر گوشتی میگیرن، دیگه میکنن که خوشبختان حالی رسمی شده. ما 21 کلب داریم، در ایرات کلب داریم، در همه ولایت حالی کار رسمی شده و مسابقات جهانی دادن، اختهارات برای افغانستان بودم. ما از اون سال و از اون سن 8 سالگی وزش بکنم، ولی در سال 59 ما کلاب ببخشم بر سال 43 ما کلاب تیار کردم، اولین کلاب ورزشی که بدنسازی و پهلوانی آزاد و این پهلوانی بود در هرات که ساخت ما ساختم به نام اتفاق. تنها من نبودم، غلام سرور قیور بودک، دیگه سرویس به نام محسن پهلوان یک کسی بود، او بودک، بسیار شو بادور قنوزی اگه بشناسیم او بودک. اینا چند تا ورزشی کارو جمع شدیم به نام اتفاق، یک کلاب ورزشی مجتمع ورزشی تیار کردیم که بنیانگذار از اون وقت طرف هم سندم از همه ورزشکارا با سند سال من دیگه به جامعه ورزشی ما کسی نیم، 72 سال عمر بنایم، یکی تازه و تر و تازه و جوان معلوم میشم. من میتونم به خاطر از اینکه با خودم این ورزشکارا همه روز خودم شاگرد ها کنید میکنم، به همین اطلاعات دیگه ما رو ایتا چی کدن و خود از اینا پیشنهاد کدن و تربیت بدنی از سابق تر که بدن و اینا باز بنام پدر ورزش برای اون لقب دادن. بسیار عالی. گفتین که 72 سال سن دارین، ولی چهره شما و مو برخورد شما و طبیعت شما هنوز هم جوانه، چون که وقتی انسان در عرصه ورزش کار میکنه دیگه گپ پس پیری و سن بالا رفتن و مریضی اونا خیلی کمتر پیش میاد. سوال بسیار بجایی کردن، میگه که با ما بشینی ما شوی، با دگ بشینی سیاه شوی. ما سر کار ما با جوانای خصوصا جوانای تحصیل کرده، مردمان فهمیده و رسیده، کسایی که به اهمیت ورزش میفهمم، کسایی که به ساعت خود و ساعت جامعه خود علاقمند هستند، این هم ما سر کار ما خود از اینو هست همیشه وقت به به او اساس تا که ما همتون شادابتر و جوانتر و شکوفتون چهار پنج بچه ها دارم، همه گی پهلوان و وزدشکار هم دیگه دارم. جناب استاد، قبل از برنامه که با شما صحبت داشتیم گفتیم که تحصیلات شما هم در عرصه ورزش بوده. بله بله، من مدت هفت سالم بعد از اینکه چی کدوم مدیریت ماموریت چیزم داشتم، اولا ما به نام معلم بودم. این به سالهای 42 و 41 اولین معلم های کدیر دربی معلم که حالی تربیه معلمی که بودن دارو معلمی گفتم خلاص شدم ما بودم، اولین کسایی که بهم دوری هم اینجا مستعجله میگفتن. بعد از باید من باید مامور دولت شامل شدم، چند وقت ماموریت کردم، بیداری ولایت کار کردم، محکم محاکم کار کردم، اینجا بودم به تایی اعضا کار کردم، به ساعت آمان مدیر ایسایش با خانه بودم، بعد با آخری آمیر و معامل تربیت بدنی شدم، بعد آمیر ورده شدم، و در حین آمریت ورزشی به نام بورسی آمد، بورسی به خاطر اداری و پلانگذاری و مربیگری ورزش در آلمان. رفتم اونجا با درس خوندم، شما هم اونجا درس خوندم، باز اونجا سرتفیک دادم، برای ما همه چیز دادم، تصدیق دادم، بسیار آموزنده بود، بسیار خوب بود دیگه. من عشق و علاقه که داشتم باز اومدم اینجا دیگه چی کردم. همین کلاپای ما کات ما فوتبال داریم، فوتبال ما قهرمان 7 سال 8 سال قهرمان بود و افغانستان به سال 90 قهرمان شد، در به سر تا سر ولایت تیمای قهرمان هر ولایت بیان دید، به مزار شد در گل سرخ رفتیم اینجا ما تیم ما قهرمان شد. با سال 91 و
از طرف شرکت روشن چیز 8 جون دعوت که بود 8 تیم قهرمان خواستن به قندهار با اونجا دوات چیکنه که یک موتر هم اونجا جایزه گوش شد خوشبختانه موتر برای بچهای هرات تعلق گرفت بچهای اتفاق ما دیگه والیبال داریم بسکتبال داریم چی داریم بوکس داریم گوشتی انواع گوشتی هست 4 5 رقم گوشتی داریم جودو داریم اما دونه فرمه به تیم ملی جودو دارم یک قهرمانای جودو هم همین رشته برداش علاقه مون به شما مخواد که وقتی بیکار میشم جای نوکرف بده که جای نمیگذارم کرا و فقط خدا به خانواده و به تمام معاش پسر دارم دا 15 تا نواسه و نویرو اینا دارم که اینا گوشی میگیرم ورزش میکنم برش رشته های مختلف ورزش میکنم ما اینا هیچ کدوم از اینا دودن نمیفهمم که چه بسیار بله گفتین که وقتی که انسان وارد عرصه ورزش میشه دیگه دنبال کارهای خلاف و کارهای منفی که متاسفانه بعضی وقتها دیده میشه در جامعه مانند اعتیاد و مواد مخدر که خانمانسوز و همچنان باعث میشه که آینده اکثر جوانها خراب بشه. با ورزش خوب میفهمم چیزی هست که بعد از همه چیز پرون کنیم. ما که تمرین میکنیم وقتی که تمرین بیایم اول کنم میشاخور کار میکنم دکه میکنم خلاص بشم همه گله این استاد میکنم استاد بشم برید میرم یگانه نفیت ممینه که به خلاف نقلم برای خلاف ادم سیگار گرفته تا به قیلون گرفته تا به ماده مخدر تا دیگه ورزشکاری که به کلاب بیایه اگه ما بفهم کو سیگار بکنه به کلاب رو نمیدون یاد اول که برای نصیحت بکنه که بعد نکسی که یه میزنه تو میای ورزش رو گده کنی و انشالله نداره ما کلاب پا خونه تخمیل 300-400 دفعه ما عود داریم به رشته های مختلف ایتو کتر نداریم که سیگار بکشه بله بسیار عالی انشالله هم ما هم شاید از این نباشیم و چه خوبه که همگی جوانای ما روی بیارم با ورزش تا که آینده نه تنها کلاپ ما همه کلاپ ها میشه دواج نه همه کلاپ ها همه ورزشکارا در مجموع ما که نه تنها ورزش های گوشتی گیری ورزش های رزمی داریم ورزش های بدن سازی داریم ورزش های سامبو داریم دیگه داریم جیجستو داریم جمناستیک داریم دیگه داریم اینا ورزشکار هیچ وقت با مواد مخدر و با سیگار و با اینا حتی همین چه دار نمیخورن ورزشکار همین انرژی ها بنام انرژی که میگه که گاد دار نمیخورن ایواز از کچالو میخورن ایواز از دگمه میخورن شیر میخورن دگمه میخورن اینا کوشش میکنن چرا حال ورزش خلی رقابت های سالمی در بین ورزشکار در هر رشته و حتی به او اطلاعات ورزشکاری که بوجه میایه استادای اینا اونا تکته میکنن استادای بسیار ورزیده داریم در هرات فدراسیون های ورزیده داریم رئیس های فدراسیون بسیار ورزیده داریم ما که امار کدرهای ورزیده هستن در هر رشته ما تخمینات افساد رشته ورزش داریم ما 50,000 ورزشکار در هرات ما هستن اینا انشالله شما قول میدو که هیچ کدوم از اینا تخطی و خلاف و سیگار و مواد مخدری که پای بکنی بسیار عالی ای بسیار کلونی در رشته در ورزشی کارا بله جناب استاد گفتین که سفرهای زیادی داشتین به دلیل که شما مربی بودین و همچنان سرپرست تیمهای بسیار خوبی بودین در حدود چند کشور از جهان شما دیدین؟ من 52 سفر خارجی دارم بعد از کشورها 2-3 دفعه رفتم بله. مثلا به ترکمنستان 2-3 دفعه رفتم مثلا به قزاقستان 2 دفعه رفتم به قرقیزستان 2 دفعه رفتم به ایران 3-4 دفعه رفتم با آلمان رفتم، با چکسلواکیا رفتم، به نیپال رفتم، به هند رفتم، به اینا رفتم باز یک دفعه مقصد 52 سفر خارجی ما دارم بسیار همه گه طرف تلویت بدنی و اولمپیک بود از طرف و از همین دلیلی بوده که شما ورزش میکردین ورزش دوست بودین و همچنان ورزشکار بودین بله بسیار عالی و اینکه میخوایم اهمیت ورزش و همچنان مفیدها و ویژگی هایی که در زندگی خود خود احساس میکنین در طول سالیان و سالی که شما در عرصه ورزش کار میکنین ما اهمیت ورزش تو فهمیدم که ما از مرضی های بسیار ساری کلون ما جا دفتم ما پورتال 91% مکروب چیز ما کرونا شدم چی بود مکروب کرونا به جان بود 91% یعنی 91% خیلی یعنی 60% 70% میکشه ولی وجود ما فرد خدا با این سند بالا و مقایم بود خود صفحه افتمال خوب ساعت سالم فرد خدا این حق دیو بعدی ورزش انسان شکسته میسازه ورزش غرور آدم کم میکنه غرور بیجار کم میکنه ورزشکار اگه خواسته باشه خودی کات جنگ کنه میگه من ورزش میکنم میره بزنه که بعد برای مردم میخنده که چه لیت کار کردی ورزشی خوبی داره اخلاق به صد کلاپای خوبی باشه مربیای خوبی رئیس های فدراسیون رهبرای خوبی باشن اخلاق یک ورزشکار شما یک بچه سعی کنید که ورزش نمیره چه به گله کنید به کلاپ بدین اخلاق تغییر میکنه فرق میکنه ورزش خیلی خوب چیزه مثل که نماز فرض به نظر ما که واکو یا مگه فرض نیک و سنت است سنت پیغمبر خدا که گوشتی گرفتن ورزش خیلی خوبه بعد نگاه است خوب چیزه بعد نگاه از خوب تا ورزش کار ترام داره به ورزش کار بود سفیرای تو هم
ورزشکارا سعی کنید هیچ عقده و کینه و دگه ندارن ورزشکارا تبعیضات و تبعیضات نژادی قومی زبانی اینا در ذات ورزش نیه امریکا و ایران به همدگر ایرانی ها گرفته در سفارت امریکا را اگر داشته باشن شما شاید داد بدون لازم گروگان گرفته بودن تمام و همورین و کارکنان کار دار و همدگر ایتا بودن که مثل دیگه هم ایده هم نیست میگوستن جرقه اینا و همدگر ایران و امریکا جنگ خواهد کرد به میدان ورزشی اینا و هم مخابقه شدن که باید با هم مسابقه بودن همه فوتبالر های ایران و فوتبالر های امریکا و همدگر برفتن بقل کسی کتن ورزشکار میگه پا نمیفهمه عقده ای نیه ناشینالیست نیه ورزشکارا قلب بسیار پاک دارن در جامعه که سالم باشه شما سعی کنیم جامعه که مردم سالم باشه جامعه هم سالمه ورزش به نظر بعد همه چیز کده مصرف برای خاطر سالم بودن جامعه خود دولت مردا که بیتره تا که بالای ورزش توجه داشته باشن بله دقیقا امروز تو اکثرا مریضی هایی که میبینیم حتی در وجود اکثر جوانا از دلیل نبود ورزش، نبود تحرک و نبود فعالیت هایی که باعث میشه بدن از اون آماده بشه همین مریضی ها از همین دلیل به وجود میاد. شما میبینید که حال جوانای ما بسیاری که ورزش نکردن دیگه نکردن یا با اختطاف گیر میان یا خدا نخواسته با سرقت گیر میان یا با آدم اعتاد میشن میرم شما چه کنید چقدر جوان به دهنه کمر کلاغ همه جوان های حالی به زیر 25 سال و زیر 20 سال و 18 سال و 17 سال اونا اگه به ورزش بیم اونا اگه پدر مولای نه اولیا نه دگین اونا ری کنه ورزش ما مجتمع ورزشی دارم مجانی به خدمت مردمه اگه بنا میکنه هر کس که مکنه دارم بیه تمام همه ایرات بیه به اونجا جام هم جا کارونه میدان استر فوتبال دارم میدان بسکتبال دارم دو تا تشک پهلوانی دارم دگه دارم همین دگه کلا پا ما میتونه اکثر همی کلا پا که میه که متک پول نده شما شروع نده فقط ما به خاطر سلامتی کار با کنه به خاطر سلامتی جامعه خود به خاطر سلامتی محیط خود جوانان خود مردم خود چه اینا که نمی کنم ورده سنوی تا منعرف میشن و تا بنده که ویجا بشینی دیجا شینی خود دی بشی بری دید سگار بکشی دید قیلون بکشی دید کشی فشابار برد سه کنیم از جوانا فور حاله همه وردشکار نیه فضل خدا بابا که فشابار برای رشد ورزش جناب استاد چه توصیه های شما دارین؟ ورزش اول تر از همه کرده که ورزش غذا و گپایی که میگم بکار داره بکار داره ولی از غذا کرده ورزش به تشویق بسیار ضرورت داره ورزشکار همیتی که غذای جسمی میخوره بخوره همه خودم او به تشویق ضرورت داره که تشویق کنم که بعد این کار امی اولیای کار دولت مردم را کار رهبری ورزش کار ادینه که اینا یک ورزشکار خود تشویق کنم یک ورزشکار خود ما با مسابقات جهانی به آلماتا هستیم 87 کشور چی کدو استا کدو ما شش تا فرپلان از اینجا برده بودم که یکی همی بسیر احمد جوی رئیس فدراسیون و آدم شاگرد آمد رئیس مربی رفته به اونجا گفت شش نفر با هم مدال گرفت و دو رشته ما گوشتی گرده یکی گوشتی آلش یکی گوشتی همی کمر به کمر رستمی بعد دو رشته همی شش نفر شش مدال دوازده مدال گرفته ما به نام بیترین مربی سر میدون میبودم ایتا کوی تا کوچکا کنشان میادم برای دوار مربی نمو بودم مربی بیتری مربی جهانی برای من مدال را آوردم دادن به سر وزیر سپورت اینا و اگه و خود حتی رئیس جمهور اینا آوردم مال مدار و مکتا اینا که مدال برای من دادن که تو بیتری مربی جهانی این کلان افتخار به افغانستان شش مدال آوردم ولی متاسفانه کسی برای ما حتی حاضر نبودن که کرای تیاری من را از اینجا تا به اینجا بدن به هرات آمدن غیر از این پیارو با باق و ما خود این مردم ما که بودن از ورزشکار که بودن کاکای مامای بابسای بچا کرد پی آمد همین مردم همه قدر همین قهرمانی ما گرفتیم نکردن که بیان بجرم و تشویق کنن این ورزشکار ورزشکارا و تشویق ضرورت دارم فقط تشویق شه باید با چیش و پشتکار داشته باشم پشتکار مهمه با ورزش تشتی ضرورت به موفقیت ورزش اول قدرت بدنیه که خود باید تقویه کنه قدرت بدنیش باشه رمز دیوم از دیوم سرعت عمل در اجرای فنده در فنده که میدونه باید به همین چه بدونه که حریف نفهمه که چه کار مایه بکنه اگه تو خواهی تو کچ کدی کنه مهم به خود تو زنگه ایمو به یک تقنیکی میدونی یا فلان تقنیکی او بفهمه که خود دفاع میکنه سرعت عمل در اجرای فنده و هر شرط مهم مدی شرط مهم مدی روی میدانه جرأت میدانه جرأت میدان از چی پیدا میشه جرأت از میدان از پیدا میشه اگه من گوشتی میگیرم من به زمین میخورم شما با تشویق خوبه به زمین بخوری خوبه که میدان دیده شید دلاور شید زمین عیب نداره دو پهلوان که با هم دیگر بخوره اگه میدونم مر تشویق کنی و آفرین والله خیلی خوب گوشتی بده که کم دور رم بزدو تشویق کنی بگم خوب گوشتی گیری بسیار گوشتی خوب گیری اخلاق خوبی داری بسیار مقبول به میدان رفتی بسیار مقبول هم میدان جوش شدی بسیار با داور برخورد نیکی کردی با ایات هایی که در اینجا بودن مربی هایی که بودن برخورد نیکی کردی بسیار تو خوب آدم این تشویق میشه این بسیار خوب چیزه تشویق گانه رول مهم رشد ورزشه بله بسیار عالی انشالله که این موضوعات و این نکات حتی در بین خانواده ها که از جمله
معلم معنوی یک فرزند، بیایم فرزندان خود را تشویق بکنن و اینکه از چه سنینی خوب و نیازه که فرزندان خود رای کنن مسراغ ورزش؟ ما در محیط که ما زندگی میکنم 4 کلاب پهلوانی دارم بایی نهیش من رئیس شورای انکشافی و مردمی نهیش نمتنم 4 کلاب من وردشی ادک منطقه عدیم نهیش دارم بایی 3 کلاب فوتبال دی نهیش دارم که همه بلی که برتر که اپا اوریانا بلی که برتر بدارم تا بزرسیزه تفاق قصد دیم با قضا گویلو هر رشته وردشی که سعی کنیم با مجو دارم بایی چی که بایی تشویق کردم تبیخ کردم بایی نگف زدم دقیق کردم در رشته ما دقیق دقیق یکی ولی حال متاسفانه بیتفاوتیم یکی هم همین تجارای ما در رمون کش جهان که باشه همین نفر به این مسابقات که ما 6 تا مدال بودیم از ایران یکی مدال برنز گرفته بود بله. مدال برنز گرفت ایران بری یک خانه بخشش کرد مدال برنز ما هم طلا و نقره بردیم یک خانه بخشش کرد یک موتری مردم وای نوبدی بخشش کرد مردم پول جمع کردن برای خانه خریدن برای موتر خریدن اما اینج متاسفانه تجار ملی ما پولدارا ما اینا هیچ دیتا که قدر کنن ورزش نمیکنن به صورت بله بسیار عالی از جمله بهترین خاطرات خود را جناب استاد بیان کنین طبعا در طول سالیان و سال خاطرات بسیار زیادی هست بهترین خاطره خود را در طول این مدت زمان اگر بیان کنین بسیار خوب بشه والله خاطرات نیک بسیار دارم بله یا خاطره ای دارم که من برشته پهلوانی آزادم خودم جوان بودم گوشتی میگرفتم با آلمان کودم به شهر ایالت وایمر به شهر بتبراکن بود در داخل همون پوانتونی که دست میخوندم مسابقات پهلوانی بود 35 کشور بوجه دست خدا مسابقات پهلوانی شد اول شدم بوجه او من خاطر خوب دارم کمی 8 نفر دیگه افغانی ها مار بسر گدن خودم همه گریه میکردن گریه شده که افغانستان که چقدر جنگ بود به او وقتا چقدر چی بود ما رفتم اول شدم یک خاطر به خاطر اینه که دیگه دارم که این مسابقات سال 84 در آلماتا مسابقات جهانی بود که ما 6 نفر شاگردام هم مدال گرفتم ما در سر میز شیشته بودیم که وزیر سپورت و رئیس جمهور و همو قزاقستان و دیگه رئیس های فدراسیون از هند و از دیگه و از کجا از اون کشورهای کشتا کنه یک جمعه جمعه بیام بودم و یک قابه به دست از اینه و مدال آقای دشتی رئیس فدراسیون همی رشتی گوشتی ما بود او هم همون جشیشته بود ما که رفتم اینجا شیشته بیا بود نام مرخون نام مرخون که خود وقت سمجده لینا دیگه به سیدو بودم سر یک مید ریزت برای افغانا بود این مدال برای ما دادن کمال دارم هم دارم مدال که دادن گفتم این مدال از چه گفتم یاد بیترین مربی که تو آمدی هر چی گفتی شاگرد تو بکت تو شش شاگرد تا شش شاگرد تو مدال گرفته این به تو چی ده معمول جمع عشق شادی از چشمان باید تا تمام همی افغانی ها گفتن که ما گرفتم و شاگرد هم همی وکیل احمد عثمانی حکمت الله حکیمی برادر حکمت الله حکیمی همی بسیر احمد چی کرد ای بنام خدا بیاموز چی کنه از فره بود یکی بنام زمانشاه او امینا که مدال گرفته بودم همه شاگردام هیچ کدوم بی مدال و بی دگنه بود که بیترین خاطری بود برای بسیار افتخاره و تاریخ دنیا امروزه چگونه میبینین جناب استاد وضعیت ورزش پهلوانی و اینکه چقدر اشتیاق و علاقه است در بین مردم و چقدر تلاش میکنن برای به دست آوردن افتخار برای کشور عزیز ما افغانستان اگر شما تشریف آورده باشه ما میدان ورزشی در دشت گازرگاه تیار کردیم پرطرفدارترین ورزش و پرطرفدارترین که طرفدارا هم همه از توده های ورزش حتی فوتبال از همه که کرده همین گوشتی پهلوانی مونه مردم ما خیلی علاقه دارم مردم هرات و غورات و بادقیس و نیمروز و زابل و زاهدان و هلمند و قندهار و اینا بخصوصا مردمان بلدک اینا خیلی علاقه دارم این گوشتی ما خیلی علاقه من خیلی دارم حتی تا دایکندی هست تا دا قزنی هم هست کم کم ولی اینا خیلی علاقه من زیاد داره ورزش ما همو بود که ما رفتیم و گوشتون گوشتی ورزش عنعنوی بود و ما شاگرد هم بدار یکی از جمله ویژگی هایی که ورزش پهلوانی از سایر رشته های ورزشی متمایز میکنه تعداد زیادی از مردم برای تماشای ورزش میان شاید ورزش را انجام ندن عملا خود از اونو ولی علاقه مند بازدید از این ورزش زیادن بله حالا به آدم ها میره که اونا به ساعت چی میارم من تمیش چرخا میارم شلم ریدم دگه هم دیگه علاقه من به چای نمونا میارم اونجا ما به نجا میدیم میشینم ورزش کنم چون این ورزش ورزش انعنی این نیاکان نمونه اجداد نمونه این ورزش هزاران سال در افغانستان سابقه داره در این سرزمین شرق سابقه داره به نیپال به پاکستان به هندوستان به افغانستان دیگه به این سمتای شمال قرقیزستان و قزاقستان و تاجیکستان و ترکمنستان و اینا سابقه داره ورزش انعنوی بازی انعنوی ما و شما نه